مهستی خواننده موسیقی سنتی و پاپ ایرانی بود که با صدای زیبایی که از مادرش به ارث برده بود به بانوی آواز گلها و دلها معروف شد. خونه پر از رنج سکوته، وای دلم تنگه. مهستی 25 آبان 1325 در تهران خیابان عین‌الدوله متولد شد. نام اصلی اون افتخار ددبالا و خواهر بانو هایده بود. خود خانم مهستی در مورد دلیل اینکه چرا زودتر از خواهر بزرگتر وارد عرصه موسیقی شدن گفته: من و هایده همیشه عاشق خوندن بودیم، ولی خانوادهمون اصلا اجازه نمیدادن که ما وارد عرصه هنر بشیم. من وقتی 2 ساله بودم پدرم رو از دست دادم و آخرین فرزند اون بودم. پدرم 4 تا زن گرفته بود و هر 4 تا زن تو یک خونه زندگی می کردن. برادر ناتنی بزرگتری داشتیم که اسمش اکبر. بعد از اینکه پدرم رو از دست دادیم اون شد مرد خانواده و به ما اجازه نمی داد که بخونیم. هایده خیلی زود ازدواج کرد. فقط 14 ساله بود که فرزند اولش به دنیا اومد. من شوهر نداشتم و توی خونه تمرین میکردم و برای اعضای خانواده میخوندم. هایده شوهرش افسر بود. ما جای زندگی میکردیم به نام کوی افسران. اونجا خانواده‌ای بودن که با دختر خاله محمد رضا شاه دوست بودن. یک روز رفتیم پیش دختر خاله شاه. ایشون خیلی از من و هایده خوششون اومد. ما در دربار اجرا کردیم و خانواده پادشاه خیلی از ما استقبال کردن. خواهرم هایده چون شوهر داشت نمیتونه زیاد به دربار بیاد، اما من توی مهمونی ها سعی میکردم حضور داشته باشم. اونجا بهترین هنرمندای کشور حضور داشتن. توی همین رفت و آمدها بود که در نهایت مهستی با تعدادی از هنرمندای مطرح اون زمان مثل حبیب الله بدیع و پرویز و یاحقی آشنا شد. یاحقی بعد از شنیدن صدای مهستی تصمیم گرفت که یکی از ساخته های خودش رو با صدای مهستی ضبط کنه و در نهایت هم چنین شد که مهستی در سن 19 سالگی اولین فعالیت هنری رسمی خودش رو تو برنامه گلهای رنگارنگ با خوندن ترانه مشهور اون که دلم را برده خدایا با شعری از بیژن ترقی شروع کرد. گفته شده که احتمالاً اسم هنری مهستی رو بیژن ترقی که ترانه‌سرای اولین کارش بوده برای اون انتخاب کرده، که این اسم برگرفته از اسم مهستی گنجوی، شاعره معروف ایرانی در قرن 6 هجری بوده. اولین اجرا برای مهستی ساده و موفقیت آمیز بود و اونقدر پرقدرت پا به عرصه موسیقی گذاشت که تونست با اجرای اولین قطعه تو سن خیلی کم توجه اهالی موسیقی دهه 40 رو به خودش جلب کنه و خیلی زود به خواننده محبوب بین مردم تبدیل شد و راه رو برای ورود خواهرش هایده هم به دنیای خوانندگی باز کرد. مهستی در طول دوران زندگیش 2 بار ازدواج کرد که هر 2 بار هم رابطه‌اش به طلاق رسید. اون اولین بار وقتی 21 ساله بود با کوروش ناظمیان، مدیر وقت کشتیرانی جنوب، ازدواج کرد و تنها فرزند مهستی سحر حاصل این ازدواجه که بعدها مهستی ترانه‌ای هم به اسم سحر دختر نازم رو هم برای اون خوند. جدایی مهستی از همسر اولش خیلی پرحاشیه و جنجالی بود، چون که چند ماه بعد از طلاق ناظمیان با فیروزه، خواننده و بازیگر سینما که دوست صمیمی مهستی هم بود، دوست شد و عشق آتشینی بین اونها به وجود اومد و با هم ازدواج کردند. ازدواج ناظمیان و فیروزه تیتر خبری خیلی از نشریات اون روزا شد، با اینکه مهستی برای اونها دست گلی فرستاد که نشون بده از این اتفاق ناراضی نیست، اما عده زیادی گفتن که مهستی از دوری همسرش خیلی غمگین بود و ترانه های بازیچه، بیاخونه و دلغک رو برای کوروش ناظمیان و عشق بین خودش و اون خونده. کوروش ناظمیان در ماجرای معروف به کودتای نوژه یا عملیات نقاب در تیر ماه سال 59 دستگیر و اعدام شد. منوچهر بیبیان صاحب تلویزیون جام جم حال و هوای مهستی رو بعد از شنیدن خبر اعدام ناظمیان اینطور توصیف کرد: فردای اون روز در تلویزیون برنامه داشتیم. مهستی و شمعی‌زاده برنامه 2 نفره‌ای رو اجرا می‌کردند.
ترانه‌ای به اسم میریم ایران دوباره. مهستی در تمام مدت اجرا گریه می‌کرد و این ماجرا باعث شد تا فشارهای روانی زیادی بهش وارد بشه. دومین همسر مهستی بهرام سنندجی صاحب کارخونه کفش بود، ولی این ازدواج هم دوام چندانی نداشت و بعد از دومین جدایی مهستی با دختر و مادرش در آپارتمانی در فرمانیه تهران زندگی می‌کردند. تا اینکه بعد از واقعه سینما رکس آبادان از ایران خارج شد و به لندن رفت و با وقوع انقلاب دیگه نتونست به ایران برگرده. مهستی در طول دوران فعالیتش بیشتر از 35 تا آلبوم منتشر کرد که بیشتر اونها با استقبال زیادی روبرو شد. آخرین آلبومی که از مهستی منتشر شد نتیجه همکاریش با شادمهر عقیلی بود. در سال 1382 مهستی متوجه شد که به بیماری سرطان روده مبتلا شده و مدتی تحت شیمی درمانی خفیفی قرار گرفت، تا اینکه در نوروز 1386 برای اجرای کنسرتی همراه ستار و گلپا به دبی رفته بود، ولی بعد از چند اجرا به خاطر خوب نبودن حال عمومیش و برگشت دوباره نشونه های بیماری ادامه کنسرت رو کنسل کرد و به سرعت به لس آنجلس برگشت. اون در برنامه تلویزیونی با اجرای نادره سالارپور برادرزادش به همراه دختر و نوه هاش و پزشک خانوادگی شرکت کرد و اعلام کرد که به بیماری سرطان مبتلا شده و باید پرتو درمانی بشه. در نهایت مهستی صبح روز چهارم تیر ماه همون سال 1386 در حالی که روند درمان را طی می‌کرد در کالیفرنیا از دنیا رفت. پیکرش به لس آنجلس انتقال داده شد و 4 روز بعد از فوت در نزدیکی خواهرش هایده به خاک سپرده شد. هزاران نفر از جمله خوانندگان و بازیگران معروف ایرانی مقیم خارج از کشور، همینطور زنده یاد بیژن پاکزاد از طراحان معروف ایرانی مقیم آمریکا، در مراسم خاک سپاری مهستی شرکت کردند. روحش شاد و یادش گرامی. مرسی از این که تا این لحظه همراه من بودین. لطفاً نظراتتون رو برامون بنویسین و منتظر ویدیوهای بعدی هم باشین.